تحریم ها علیه روسیه تجارت ایران را هم تحت تاثیر قرار داده خبرگزاری رویترز میگوید روسیه به نفت خود چوب حراج زده و مشتریان ایران را به سوی خود کشانده در این میان چین نفت روسیه را رو میخرد و نفت ایران هم در نفتکش و روی دریا سرگردان مانده ایران روی درآمد فروش نفت خود به چین حساب زیادی باز کرده بود حالا اما از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین و اعمال تحریم ها علیه مسکو صادرات نفت خام ایران به چین به شدت کاهش یافته چرا که روسیه نفت صادراتی را با قیمتی پایین تر از نفت ایران به مشتریان عرضه می کند با این حال جواد اوجی وزیر نفت ایران روز چهارشنبه ادعا کرد که با وجود تخفیف های مسکو تهران همچنان مشتریان خود را دارد ما خب خوشبختانه در بحث فروش نفت هم بازار جدیدی که تو این دولت سیزدهم از آغاز شروع به کارش این نه ماه و ظرفیت های جدیدی که ایجاد کردیم اینا همه کمک کرد که تقریبا ما نفتمون رو به قیمت خوبی بفروشیم با این وجود خبرگزاری رویترز به نقل از منابع تجاری و کشتیرانی میگوید که چین در حال ذخیره کردن نفت ایران در شناورها برای فروشان هاست. به گفته ی شرکت داده ها و تحلیل کپلر حدود 20 کشتی حامل نفت ایران تا عواسط ماه جاری میلادی در نزدیکی سنگاپور لنگر انداخته بودند. و از یک ماه پیش سرعت ذخیره نفت ایران در این نفتکشا به شدت افزایش یافته. شرکت کپلر میگوید که حجم ذخایر نفت ایران در این انبارهای شناور که در اوایل ماه میلادی گذشته 22 میلیون بشکه بوده، در این مدت زمان کوتاه به 37 میلیون بشکه افزایش یافته. تحریم‌های نفتی آمریکا که به دلیل حمله مسکو به اوکراین اعمال شد و اروپا هم به دنبال اعمال تحریم‌های مشابهی است، نفت خام روسیه را بیشتر به سمت شرق سوق داده، جایی که چین خریدار عمدگان است شرایطی که تقاضا برای نفت ایران و ونزوئلا را که هر دو تحت تحریم های غرب هستند کاهش داده ایران که به دلیل تحریم های ایالات متحده بر سر برنامه هسته سالهاست در زمینه فروش نفت خود با مشکل مواجه بوده مدت هاست که برای سر پا نگه داشتن اقتصادش به فروش نفت خود به چین هرچند با قیمتی پایین تر از قیمت جهانی متکی بوده روسیه و چین دو کشوری که در جریان مذاکره های که به بنبست رسیده هم پیمان و معتمد ایران بودند حالا بازار نفت این کشور را هدف قرار دادند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سهشنبه گفته بود که شرایط تازه این کشور تحت تحریم نیازمند اقدام های تازه است بازار نفت دچار تغییرات اساسی و ساختاری شده و ادامه تجارت مانند قبل و طبق مدل قدیمی دیگر بعید به نظر میرسد در شرایط جدید دیگر نه تنها استخراج نفت بلکه تکمیل کل زنجیره تا رساندن محصول به دست مصرف کننده نهایی از اهمیت زیادی برخوردار است دولت همانند قبل هر کاری را که لازم باشد انجام خواهد داد تا شرایط مناسب برای چنین تغییری در مدل کسب و کار شرکتها ایجاد شود یعنی بهبود امکانات لوجستیکی و راه یک سیستم پرداخت با ارزهای ملی اما مشکلات ایران به فروش نفتش محدود نمی شود. روزنامه شرق روز پنجشنبه گزارش داد که تخفیف های چشمگیر روسیه به مشتریان فولاد بازار صادرات فولاد ایران را هم مختل کرده. به گزارش این روزنامه به نقل از یک عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد روسیه تخفیف 15 تا 20 درصدی برای فولاد خود در نظر گرفته و به همین دلیل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند این بار فولاد مورد نیاز خود را به روسیه سفارش دادند. جمهوری اسلامی که به دنبال توسعه اقتصادی از راه دور زدن تحریم های آمریکا و نگاه به شرق است حالا باید به دنبال راهکاری دیگر باشد در میانه تنش روسیه با آمریکا و اروپا بر سر اوکراین تهران این همپیمان خود را در مذاکره های غیر مستقیم با واشنگتن بر سر احیای برجام از دست داده پکن هم در این میان به دنبال استفاده از وضعیت موجود بازار برای کسب درآمد بیشتر است. این در حالی است که روسیه و چین هر دو قرارداد همکاری های بلند مدت با ایران امضا کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای روس خود پیشنهاد پادرمیانی برای پایان جنگ این کشور با اوکراین را داد پیشنهادی که بیشتر به تنز شبیه است و نشانگر نگرانی تهران از وخیمتر شدن شرایط اقتصادی و شکست احتمالی مذاکره های وین است آن هم با چنین دوستان نچندان قابل اتکایی ناز میرزا خلیلی رادیو فردا